میخواید زبان انگلیسی رو از پایه یاد بگیری؟ در این ویدیو با فرمول تلایی ساخت یک جمله آشنا میشیم من غزال هستم مدرس سایست با 15 سا ساقایی تدر سایست و از شما دعوت میکنم که این ویدیو رو ببینیم اول از همه ببینیم تعریف یک جمله در زبان انگلیسی چیه؟ دوستان جمله در زبان انگلیسی همیشه با این فرمول نوشته میشه فائل به اضافه فعل به اضافه مفعول به اضافه قید مکان به اضافه قید زمان اینها به این ترتیب کنار هم میان و یک جمله رو تشکیل میدن حالا یه نکته در یک جمله حتما ابتدا باید فائل و بعدش فعل داشته باشیم بدون استثنا یعنی شما هیچ جمله ای رو در زبان انگلیسی نمیتونیم بنویسین که فائل یا فعل نداشته باشه اما اجزای دیگه جمله مثل مفعول قید مکان و قید زمان بر حسب نوع فعلمون میتونن باشن و میتونن نباشن درسته؟ پس یک جمله حداقل میتونه دو کلمه باشه و باید باشه فائل فعل حالا بریم سراغ تعریف فائل کننده کار رو فائل میگن که فائل میتونه به صورت زمیر یا اسم به کار بره مثل علی آمد در اینجا علی یک اسم و نقش فائل رو داره کننده کاره چه کاری انجام میده آمدن این جمله رو ببینیم او آمد او به چی اشاره داره به علی اشاره داره یعنی به جای اینکه بگیم علی آمد میگیم او آمد او اینجا زمیر فائلیه چرا زمیر فاعلیه به دلیل اینکه به فاعل ما اشاره داره و به جای فاعل ما اومده و نقش فائل رو داره پس ببینید یک فائل میتونه اسم باشه مثل علی و یا میتونه یک زمیر فائلی باشه مثل او خب دوستان اسامی که مشخصن دیگه یک تعداد اسم مثل علی که اینها میتونن به جای فاعل ما قرار بگیرن ولی زمایر فائلی چیا هستن؟ زمایر فایلی رو به دو دسته تقسیم میکنیم مفرد و جمع مفردشون آی من یو تو هی او سوم شخص مذکر شی او سوم شخص مؤنث ایت آن که اشاره به شی یا حیوان داره زمایر فایلی جم وی ما یو شما چند نفر؟ They آنها خیلی خب تا اینجا فهمیدیم که فائل میتونه یا اسم باشه یا زمیر فائلی حالا فعل چیه؟ تعریف فعل رو ببینیم تعریف فعل کاری رو که فائل انجام میده برای تبدیل فعل به مستر در زبان فارسی یه نون در آخر فعل اضافه میکنیم مثل اینکه بگیم مثلا فعل گفت رو در نظر بگیرین یه نون بهش اضافه میکنیم میشه گفتن گفتن یک مستره همین کار رو در زبان انگلیسی چطور انجام میدیم؟ یه تو به ابتدای فعلمون اضافه میکنیم و به مستر تبدیل میشه ببینیم فعلمون در چه حالتی به مستر تبدیل میشه در زبان فارسی یه نون آخرش اضافه میکنیم در زبان انگلیسی یه تو به اول فعلمون اضافه میکنیم مثل to see یعنی چی؟ دیدن حالا اگر بخواد به فرم فعل در بیاد دیگه اون توار رو باید حذفش بکنیم مثلا اگر بخوام بگم که من میبینم میگم I see I اینجا ضمیر فایلی هست و سی هم فعلمونه You see تو میبینی They see آنها میبینند همطور که میبینیم در اینجا فعل کاری رو که فائل انجام میده رو بهش اشاره میکنه تو میبینی تو داری میبینی که فائلی من میبینم که فائلم درسته؟ خب دوستان عزیز تا اینجا با فائل و فعل آشنا شدیم حالا قید مکان ببینیم چیه؟ محل انجام گرفتن فعل رو قید مکان میگیم یعنی فعل در یه جایی انجام میشه به اون مکان میگیم قید مکان مثل where آنجا At school در مدرسه Here اینجا in, in the class در کلاس At home در خانه همه اینها قیدهایی هستن که به یه مکانی اشاره دارن که فعل ما درش واقع میشه به اینها میگیم قید مکان خب حالا بریم سراغ قید زمان زمان انجام گرفتن فعل رو قید زمان میگیم مثل Every other day. یعنی یک روز در میان. Yesterday. دیروز. Every day. هر روز. Today. امروز. On odd days. روزهای فرد. On even days. روزهای زوج. همه اینها دارن به یه زمانی اشاره دارن. زمانی که فعل ما در اون اتفاق میفته. خب حالا در کنار این چیزایی که گفتم یه چند تا مورد دیگر هم با هم یاد بگیریم که توی فرموله یک جمله خیلی به کارمون میاد دوستان یک مورد صفت ملکی هستش صفت ملکی همطور که میبینین همراه اسم میان و بدون اسم معنی ندارند و مالکیت رو میرسونن در زبان فارسی صفت همیشه بعد از اسم میاد مثل دختر زیبا زیبا در اینجا یک صفته که بعد از اسم دختر اومده ولی در زبان انگلیسی صفت همیشه قبل از اسم میاد هیچ وقت یادتون نره پس خواست صفت در انگلیسی یک قبل از اسمیان دو اسم رو محدود میکنن حالا اسم رو چجوری محدود کرده؟ وقتی که میگیم a beautiful girl یعنی چه دختری؟ دختری که زیباست نه هر دختری ببینین اسم ما رو محدود کرده حالا همینجا صفات ملکی که گفتیم همراه اسمیان و بدون اسم معنی ندارن و مالکیت رو نشون میدن رو با همدیگه ببینیم چیا هستن باز به دو گروه مفرد و جمع تبدیل میشن مای مال من همیشه باید به با یه اسم بیاد مثل مای پن قلم من your مال تو مثل your pen قلم تو هز مال او سوم شخص مذکر her مال او سوم شخص مؤنث its مال آن our مال ما your مال تو مال شماها منظور این هستش their مال آنها همه اینها اینها صفت هستن و بچه گفتیم که صفت بعد با اسم میاد پس در کنارش یه اسم میاد همطوری گفتم مثل مای پن پن اسممونه مای صفتمونه که بهش میگیم صفت ملکی مالکیت رو نشون میده دوستان سومین خصوصیت یک صفت در زبان انگلیسی رو هم ببینیم با هم با اسم بعد از خودش هیچ گونه موافقتی نداره به جز صفت های this و that که بسته به اسم بعدشون جمع یا مفرد خواهند شد. این حالا یعنی چی؟ زمانی که من میگم a beautiful girl در اینجا راجع یک دختر صحبت میکنم. صفتم چیه؟ beautiful. حالا اگر بخوام بگم دختران زیبا میگم چی؟ beautiful girls. آیا؟ beautiful تغییری درش ایجاد شد ببینین گیرل اونجا اگر بود در اینجا شد گرلز جمع شد آیا صفتم هم جمع شد؟ نه یعنی صفت ما با اسممون چه مفرد باشه چه جمع هیچ موافقتی نداره همیشه به یه فرم نوشته میشه اما صفتهای های this و that بسته به اسم بعدشون جمع یا مفرد میشن اینو یادتون نره ببینین this به دیز تبدیل میشه مثل This book که یه دونه کتابه این کتاب حالا اگر کتاب جمع بشه صفتمون هم جمع میشه میشه دیز بوکس پس ببینین دیز به دیز تبدیل میشه بسته، بستگی به مفرد یا جمع بودن اسم بعدش دت یعنی آن این هم جمع میشه میشه دوز that car یه دونه کاره اشاره میکنه اون ماشین those cars به چند تا ماشین اون ماشین ها اشاره داره همینطور که اسممون جمع میشه that و this هم جمع میشن صفت هامون هم جمع میشن خب تا اینجا با اجزای جمله فائل فعل قید مکان و قید زمان آشنا شدیم حالا چی میمونه؟ مفعول میمونه ببینیم مفعول چیه؟ مفعول کسی یا چیزی است که فائل بر روی آن کاری را انجام میدهد در فارسی میگیم حسن علی را دید همیشه بعد از مفعول را میاد که اینجا علی مفعوله مونه دیگه درسته حسن فائل علی مفعوله همینو در زبان انگلیسی چجوری میگیم؟ حسن سا علی علی اینجا مفعول یا آبجکتمونه در این جمله یعنی حسن فایل سا فعله. علی آبجکت یا مفعوله به جای علی اینجا میتونم از زمیر هم استفاده بکنم مثل اونجا که به جای فایلمون که اسم بود از زمیر فاعلی استفاده میکردیم اینجا هم به جای مفعولمون که میتونه اسم باشه میتونیم از زمیر مفعولی استفاده بکنیم یعنی بگیم حسن ساهم هم هیم در اینجا به معنی او را هست یعنی به یک آقا اشاره داره و نقش مفعول رو داره بهش میگیم زمین مفعولی حالا زمایر مفعولی رو اینجا با هم ببینیم زمایر مفعولی رو هم مانند زمایر فایلی به دو گروه مفرد و جمع تقسیم میکنیم مفرد ها می یعنی به من مرا یو به تو تو را هیم به او او را سوم شخص مذکر هر به او او را سوم شخص مؤنث ات به آن آن را سوم شخص شی غیر جاندار و حیوان زمایر مفعولی جمع اس به ما ما را you به شما شما را them به آنها آنها را خب دوستان حالا اجازه بدین یه جنبندی داشته باشیم روی فرمول جمله طبق چیزی که داریم در فرمول حالا یه میتونیم یه جمله بنویسیم حسن سا علی at school yesterday حسن دید علی را در مدرسه دیروز حسن فایل سا علی مفعوله اد سکول قید مکانه یسترده قید زمانه حالا اینجا حسن که یک اسم هست و نقش فایل داره میتونیم به شوری زمیر فایلی هم بیاریم یعنی بگیم هی سا هی سا علی اد سکول یسترده هی منظورمون همون حسن هستش یا میتونیم جمله رو به این شکل بنویسیم حسن سا هیس فرند اد سکول یسترده حسن دی دوستش را در مدرسه دیروز. باز حسن فائل سا فل. هیز فرند. مفعول هست اینجا که ترکیبیه از صفت ملکی و یک اسم. هیز صفت ملکیه که گفتیم با یه اسم میاد. نقش مالکیت رو داره. هیز فرند دوستش. اد سکول. قید مکان. و یه سرده قید زمان. حالا. میتونیم بگیم حسن ساهم اد سکول یستردی حسن دید او را در مدرسه دیروز او را منظور دوستش هستش بازم ببینین حسن فائل سافل هیم مفعوله که در اینجا یک زمیر مفعولیه درسته زمایر مفعولی رو یاد گرفتیم و اد سکول یستردم که قیدهامون هستن. دوستان اگر این ویدیو براتون مفید بوده ازتون خواهش میکنم که اون رو لایک بکنین و اگر هنوز سابسکرایب نکردین روی کلید سابسکرایب و علامت زنگوله کنارش فشار بدین